ما به شما سعی کنی که همین صنعت دزدی کنی، علم باید دزدی کنیم. بعد ما مجبور شدیم که قاچاقی از ایران اینا را وارد کنیم، قاچاق آوردیم. فعلا در افغانستان چه کردن؟ با خودم گفتن که افغانی گفت تخم زعفران ما رو بردین، حالا میخواین شترمرغ هم ببرین؟ گفت برید و نمیدونم اگه لاشش میبری لاشش مرده شده. همین تو با ما گفتن اگه لاشش میبریم ما میدونم افغانستان میبریم زندهش به هیچ وجه نمیدیم. البته میشه دو رقم از اینا بهره برداری کرد، یکی بهره برداری صنعتیه، یکی بهره برداری سنتیه. که در سنتی خب زیر خود از اینا بگذاره اینا تولید مثل کنه، یعنی بالاترین شاید مثلا وزن اینا 130 کیلو، 140 کیلو، 120 کیلو اینا بیه. حالا ما الحمدلله این صادرات در تاجیکستان دو ساله که صادرات داریم، از اینجا در تاجیکستان از ما درخواست کردن میبریم. فعلا هم قزاقستان، ازبکستان قیمت خوراکیش 500 افغانیه این یک تخم، اما تقریبا مثلا 8 نفر نهایت 10 نفر کفایت مونه. حالا میتونه از 5 لک 6 لک افغانی ابتدا شروع کنه که یک فرم البته معیاری نه، یک چیزی ابتدایی میشه. مرغایی که خارجیه پوپوک داره، یک مقدار پرپایه و اینا هم خیلی قیمت دارن برای فارم و برای مثلا و یک تعداد دیگه هم استرالوبه که جنسش از استرالیا آمده و تخم گذاری از اینا بسیار خوبه، خیلی تخم زیاد میده در سالی. بسم الله الرحمن الرحیم. ما اول خوش آمدگویی میگویم به شما دوستا از آقای بگزاد که لطف کردین. حالا شما هم تلاش میکنید که انشالله بتونید که در یک وطن در کارهای اقتصادی زیربنا یک سهمی داشته باشین. واقعا خوش آمدگویی میگویم، خسته نباشین. خدمت تر شایس ما حاجی محمد علی رجایی هستم. دیگه تقریبا در حدود 8 ساله که مشغول کار صنعت فارم شترمرغ هستم. خب شترمرغ واقعا در بخش اقتصاد مخصوصا در کشورهای فقیر مثل افغانستان واقعا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. اینا به خاطر که گوشت خیلی خوب دارن، مثل چربی و پوست و پر و تخم گذاری از اینا خیلی خوبه. مثلا یک شترمرغ در سال میانگین که در نظر گرفته شده در حدود حالا 70 تا 80 تا تخم در یک سال میگذاره. خب این بستگی به نگهداری هم داره، خب بیشتر هم میگذاره تا 120 تا هم گذاشتن، ولی میانگین هم 70 تا 80 تا 70 تا 80 تا تخم خب خیلی ارزش داره از نظر اقتصادی، از نظری که واقعا کسی بتونه اینا رو تولید به جوجه کنه و بسیار کمک میکنه برای خانواده و بسیار مؤثره، بسیار خوبه. خب البته این بستگی به خرید داره، مثلا حالا نمیشه که یک سقف خاص تعیین کرد، چون مثلا حالا تعدادش چقدر میخره، بیشتر میخره، کمتر میخره، بستگی به اون داره. حالا میتونه از 5 لک 6 لک افغانی ابتدا شروع کنه که یک فرم البته معیاری نه، یک چیزی ابتدایی میشه. اما اگه واقعا فرم معیاری درست نه، خب هزینه زیاد میخواد، جای زیاد میخواد و درآمدش هم خیلی خوبه. دیگه فعلا در ابتدا میتونه 4-5 لک شروع کنه. چون اولا ما از ایران آوردیم،
خب ایران هم به خاطر مسئله اقتصادی، مسئله زی که هر کشوری سعی مونه که مثلا صنعت خود را زود برای کشورهای دیگه ندیه، مثلا ممانعت کردن. ما رفتیم یعنی 8 سال پیش قرارداد کردیم با یک شرکتی 50 عدد را، بعد دنبال مجوزی گشتیم، هیچ مثلا نه جهات سازندگیش نه بهزیستیش حاضر شدن که برای ما جواز بدن وارد افغانستان کنیم. بعد ما مجبور شدیم که قاچاقی از ایران اینا را وارد کنیم، قاچاق آوردیم. فعلا در افغانستان تا حدود خوب الحمدلله که خود از این مرغ‌ها اینجا تخم گذاری دارن، تخم می‌گذارن، یعنی خود کفا شدیم، تولید می‌کنیم دیگه، مشکل نداریم که از خارج وارد کنیم. البته میشه دو رقم از اینا بهره برداری کرد، یکی بهره برداری صنعتیه، یکی بهره برداری سنتیه که در سنتی خب زیر خود از اینا بگذاره، اینا تولید مثل کنه، او یک مقداری یعنی خیلی صرفه اقتصادی نداره، به خاطر اینکه اینا زیر مثلا حالا سینه اینا تقریبا مثلا 10-15 تا تخم بیشتر جا نمیشه و او خیلی به صرفه نیست سنتی. وقتی که در دستگاه میگذاره اینا تقریبا 80 تا 90 تا تخم میگذاره، خب او در صرفه هست، یعنی خیلی خوبه. خب اینا وزنش متفاوت هست مثل دیگه حیوانات، تقریبا حالا یعنی بالاترین شاید مثلا وزن اینا 130 کیلو، 140 کیلو، 120 کیلو اینا بیه، ولی خب پایین تر هم داره، مثلا از 70 80 به بالا شروع میشه. اینا را اگه واقعا خوب پرورش بده، خوب نگهداری کنه، در سن 8 ماه به بعد تا 10 ماه اینا شاید مثلا 70 کیلو 80 کیلو حرکت میشی وزن پیدا کنه. خود تخم از اینا تا اونجایی که واقعا دست مقدور سعی کنی برای خوراکی ندین، مثلا هیچ فارمداری این کار نمونن و برای اینکه خب قیمت خوراکیش 500 افغانیه این یک تخم، اما تقریبا مثلا 8 نفر نهایت 10 نفر کفایت مونه، ولی خب این نباید مثلا خوراکی مصرف شه. اونایی که حالا مثلا خاکیه یعنی نطفه دار نیه، واش اشکال نداره، دانشی 500 افغانی اینا فروش میشه. خاکی و نطفه دار شده اینا که در دستگاه گذاشته میشه، البته دستگاه داره، اون دستگاه های پیشرفته فعلا ما نداریم، در افغانستان وارد نشده، یعنی در دستگاه میگذاریم حدودی مثلا حالا یک هفتش روز، بعد اونایی که نطفه داره اینا رگهای خونی دویده میشه و اونایی که به نطفه و چی میشه یه سفید میمانه. اینا مرغایی که خارجیه، پوپوک داره، یک مقدار پرپایه و اینا هم خیلی قیمت دارن برای فارم و برای مثلا چیزای تزیینی. اینا جوره 3000 افغانی اینا قیمت شرکتان میشه و تخم هم میدن، تخمای خیلی خوب میدن و این یک نسلی هست که آمده در افغانستان، فعلا در حال گستریش از اینا دیگه. اونا مرغای کنجا دیدین اونجا هم سه نوع مثلا هستن، یکی کلنگیه و یک تعداد دیگه هم استرالوبه که جنسش از استرالیا آمده و تخم گذاری از اینا بسیار خوبه، خیلی تخم زیاد میده، در سال 270 تا اینا تخم اینا دارن. و یک دیگه هم هست لگهورنه که اون لگهورن سفیده، جنسش از ایران آمده و اونا هم بسیار تخم گذاره خوبه. مرغای وطنی بازدهیش خوب نیه، مثلا یکی همین مرگ میر از اینا زیاده، فعلا یعنی روی برس که هرچه هست لگهورن و گلدون مصری مثلا و همی استرالوب همی سینوکی هسته خوبه. خب فارما دارن در کل جای هستن، مثلا از اینا دارن، مشکل نداره، یعنی کلن فارما روی از اینا دارن کار کردن دارن. Thank you.
بیا دیگه از یک ماهی شروع میشه تا خب بزرگش هم سودا میشه، مثلا دو ماهیش هم سودا میشه، سه ماهیش هم سودا میشه، دیگه صفر شروع میشه تا آخر هر چی بخواد کتاش. اینا کسه دانه ایه، کیلویی نیه، مثلا دانه ای قیمتاش مشخصه، حالا از کوچک تا بزرگه. پر از اینا کسه خیلی استفاده بسیار خوبی داره، شاپرایش که میگیرن برای امو کارهای تزئینی که در فیلم ها میگنید، مثلا پادشاه ها سرخ میزنه و مثلا چی میونه اینا، قیمتشون خیلی بالا، یعنی کیلوی تقریبا در پول افغانی 7000 افغانیه کیلویشی. بعد از اون پرای نازک داره که اینا هم در لباس ها استفاده میشه برای تزئینه، و یک سری پرای اینا برای گرد زدایی در دوکان ها در اینا چیز میشه، اینا کلن فروخته میشه بعد. کلن اینا یک دور انداختنی نیست جز استخوانش. دیگر روغن از اینا خیلی مفیده و در بخش چیزهای بهداشتی آرایشی اینا استفاده میشه، خیلی قیمتش بالایه. و گوشت از اینا خوب جایگاه خود داره دیگه، که از گوشت گوسفندم قیمتش بالاتره. خدمت مبارک گرشه پوست از اینا واقعا خوب خیلی چرمی با ارزش هست، که قیمت چرم از اینا خیلی بالایه، مثلا 300 400 دلار هر پوست از اینا ارزش داره. تخمای از اینا که فعلا ولی اینا وقت استراحت شه، وقتی شما اینو میبینید که خیلی آرامه و مو کار نداره، چون استراحتن، استراحت یعنی خیلی مست نیان، خیلی نمیزنن، ولی وقتی که مثلا اینا در بهار که شروع میشه وقت تخم گذاری، اینا خیلی مست میشه، چون الان اینا تخم گذاشته خسته یا مانده یه. بعد فعلا خیلی آرامه کرخته. تخمای از اینا که فعلا هم نیه، تخمای از اینا کلا مثلا جوجه کشی میشه دیگه، یعنی برای تولید جوجه. خوراک از اینا خب بیشترین خوراک از اینا که سر رشقه یه. بعد خدمت جواری یه. سویا یا جو یا سبوس یا به اضافه یک سری موادایی که اونا ویتامین مکمله یا مثلا میتونین لیزونین فسفاد کربنات اینا هست قدش قاطی میشه. خب اینجا هم برای دولت خب یک پیامی که واقعا ما میتونیم بگیم که دولت انشاءالله تلاش کنه که همین مسئله برق واقعا در افغانستان مشکلی که فعلا چی در سطح مثلا صنعتی چی در سطح رهایشی واقعا مشکلی که داره برقه. این برق افغانستان خب نامنظمه دیگه، ایره واقعا دولت روش کار کنه که کل صنعت روی برق، یعنی شارک کل مثلا اقتصاد برق، مثل شاراک هسته مثلا جاده هسته، این برق باید واقعا تأمین شه، برقا درست شه. درست حالا یک مقدار سولر هستن، روزانه میشه سولر استفاده کرد، مشکل حل میشه در روز، مثلا تا یک حدود بیتری هم بخیری هم تا حدود یک مقداری حل میشه، ولی در کل حل نمیشه. این برق واقعا باید دولت تلاش کنه که این برق آماده شه، و دیگه با فارمدارا مثلا از نظری وامی یا مثلا از نظری تغذیه از نظر جای همکاری کنن، چون الان مثلا خب جای ما کوچیکه، حالا ما در حال گسترش ان شاء الله میخوایم که اینا رو گسترش بدیم، خود جای کوچیکه، اینا خود یک جایی که زمینای دولت هستن، اینا رو باید بیدن برای فارمدارا تا از اینا استفاده خوب بشه. خب ما آدرس مشخص داریم در خدمت ترش، باز شماره تلفن داریم، هم شماره واتساپ داریم، شماره ما 0777 10 38 49، این هم شماره تلفن هم شماره واتساپ، یعنی دوستا ما با ما در ارتباط از این طریق میتونن. بازم تکرار می‌کنیم 0777 10 38 49، شماره بسیار راحته برای خودم، خیلی راحته برای دوستام، ان شاء الله حتما راحته. مثلا افغانستان یعنی پر و پوست و مثلا اینا تالا خیلی روش کار نشده، اما واقعا اگر ما کار شد مثلا هر کدومی اینا باید کارخانه بزرگ تشکیل شد. مثلا خود در ایران چربی از اینا چندین کارخانه هستن که روی از او کار کرده، یعنی چربی نایز رو میگیره درست میکنه در قوطی های کوچیک و بسیار مفیده برای دردای روماتیسم اینا، گرمه استفاده منن، مثلا خیلی جایگاه خود باز کرده، ولی در افغانستان فعلا نه، به اون سطح مون نرسیدیم، حتی در کشتار مون نرسیدیم. یعنی ما هر چی تولید مونیم بازم کم میاریم، واقعا مثلا مالی قدر مشتری الحمدلله هستن، تقاضا زیاده، تقاضا زیاده ولی عرضه کمتره. ان شاء الله سعی کنیم که مو عرضه ها رو زیاد کنیم که تا متقاضی ها مجاب شه. حالا ما الحمدلله این صادرات در تاجیکستان 2 ساله که صادرات داریم، از اینجا در تاجیکستان از ما درخواست کردن میبریم، فعلا هم قزاقستان، ازبکستان، همه
مهاجرین خودون ما اونجا هستن، زمین خریدن الحمدلله، خیلی زمین های هم زیاد داره در قزاقستان و ازبکستان. از ما تقاضا کردن که شما اینجا با ما همکاری کن یا شریک میشین یا بیاین که ما رو راهنمایی کن، برای ما مثلا جوجه بدین، شترمرغ بدین. فعلا قد از اونا در ارتباط هستیم و اونا هم تقاضای ازیر کردن که هم پاسپورت از ما هم درخواست کردن که دعوت کنه اونجا انشالله بریم. روی از این کارا کار میشه، انشالله گسترش پیدا کنه. و یه وظیفه دولت هم است که یک سری تسهیلات مثلا برای بخشای فارم مثلا خودکفایی اینا هم کاری کنن، یعنی تنها نگذارن، چون اینا تنها در یک بال مثلا سرمایه دار نمیشه، باید این یک بال دیگه دولت هم باشد تا که این دو تا بال در گردش بیه و بتونه صنعت مثلا گسترش بده. متقاضی زیادن، متقاضی الحمدلله طرف های کشور آسیا میانه هم داریم فعلا دیگه. مو رئیس درگت کار انشالله بتونیم گسترش بدیم. خیلی خوب شده الحمدلله، یعنی مو 8 ساله که کاریم رو، سال اول کسان کس ناشنایی نداشت، خیلی چی نداشت، الان الحمدلله خیلی خوب شده. اینا تحقیقات کردن از طریق اینترنت، مثلا رسانه ها خیلی تبلیغات کردن. حالا ما خودم شاید مثلا اینی 30-40 مصاحبه انجام دادیم که تلویزیون ها میان مثلا می یوتیوبر ها، اینا واقعا آگاهی زیاد شده. یعنی ما الان در روز مثلا شاید مثلا 100 تا 200 تا تماس داریم از مردم خود و سطح آگاهی مردم خوب شده، خیلی خوب شده. و سرمایه دارم واقعا خیلی توجه دارن، در قدر رویش کار میکنن. در افغانستان خوب خیلی جایی هستن که زمین زیاد دارن، مثلا 100 جریب 200 جریب زمین دارن در دشت های مثلا ننگهار، جلال آباد، طرف های مثلا شمال، اینا تماس گرفتن با ما که فعلا اینا در قدر میخوان که همین کار انجام میده. و من دهی باورم که انشالله به همی روند اگه برم، من 2-3 سال انشالله خیلی در نظرم فرمای بزرگ تشکیل میشه انشالله با امید خدا. یعنی دیگه افغانستان رو به خودکفایی باید شده دیگه 100%. مثلا حالا شما جمهوری اسلامی ایران در نظر بگیرین، ایران هم تقریبا 21 سال شده شترمرغ آمده، ولی قبل از اون نبود. فعلا این واقعا ایران تولیدات خیلی گسترده داره. حتی فعلا این مالی چی شدن که مردم یک ماه پیشم رفتم ایران، اینا فعلا نمیگذارن که خارج از ایران مثلا از مرز ایران خارج شه چای شترمرغ را من کردن، چون کمبود داره خودش. ولی پیش از این مثلا اینا قاچاق میشد، یک مقدار مثلا رسمی برده میشد، ولی فعلا بند کرده به خاطر اینکه متقاضی در داخل خود ایران زیاده. بعد ایران هم نمیخواد که اینا خیلی گسترش پیدا کنه، کشورهای همسایه از یک مقداری رقابت کنه، آره بهره برداری کنه. خب این رقابت ها هستن، ولی در افغانستان الحمدلله دیگه والا جایگاه خوب باز کرده دیگه، در اون حد رسیده که کم کم روی پای خود ایستاده شده دیگه. نیاز مثلا به ایران و از پاکستان که اصلا نمیگذاره، البته پاکستان هم خیلی زیاده شترمرغ، ولی هیچ وقت از پاکستان تا حالا یک دانه هم شترمرغ وارد نشده ما تا جایی که ما اطلاع داریم. یعنی نمیگذاره به خاطر که واقعا یک صنعت خیلی خوبی است، یعنی رقابت بسیار خوب میشه کرد. مثلا حالا با فارمای گوسفند، گاوداری، اینا خب اگر واقعا مقایسه کنی، یعنی چند برابری مثلا از گاو و گوسفند اینا ارزش بالاتر، چون بازدهی کارش خیلی خوبه، تخم زیاد میگذاره و تخماش هم خیلی قیمته، مثلا وقتی جوجه تبدیل کنی خیلی قیمته. و اینا نسبت به گاو و گوسفند خیلی با ارزش تره، با صرفه برای مردم. خواهی سوال بسیار خوبه. ما با شما سعی کنی که امی صنعت دوزی کنی، علم باید دوزی کنی، علم دقیقا دوزی باید از هر جایی. مثلا سعی که افغانستان زعفران نداشتن خیلی، شاید مثلا حالا زعفران هم اشنو 10 سال هست شاید، یا بیشتر یا کمتر می بود. خب ایرم از ایران آوردن، مثلا مو تخم شیره، مو ریشه شیره از اونجا آوردن و امروز الحمدلله افغانستان در نسبت در کل کشور خود خود کفایی رسن. یعنی 3 سال که مقام اول افغانستان گرفتن در زعفران. یعنی باور کرده این مسئله، ایرانی ها خیلی حساس شدن، خیلی حساسیت چه کردن با ما، با خودم گفتن که افغانی گفت تخم زعفران ما رو بردین، حالا میخواهید شترمرغ هم ببرین؟ گفت برید و نمیدونم، اگه لاشش میبری لاشش مرده شده. همین تو با ما گفتن اگه لاشش میبریم ما میدونم افغانستان، ولی زندهش به هیچ وجه نمیدیم. خب اینا یک رقابته. مثلا زعفران الحمدلله یک جایگاه خوب باز کرده. مثلا خرما، خود در افغانستان پیش از این نبود درختای خرما، حالا طرفای ننگهار بر ماشاءالله تولید شده. مثلا بخش فارم ماهی خب ماشون کار نمینه، اینا باید کار شد. در افغانستان واقعا جایگاه خیلی خوبی داره، آب داریم، هم زمین داریم، همه چیز داریم. اما یک چیزی که در افغانستان در نظر خود ما هست، یک مقداری مردم ما بی‌انگیزه، یک مقداری مردم ما این جرأت به خود نمیده. ما که وقت شما این سوال کردین که چاره کار کردیم، به خاطری که واقعا خب کار سختی بود، اصلا خود در افغانستان نبود. خب ما این کار شروع کردیم که واقعا در وطن کار کنیم. خب این صنعت اومده، این صنعت گسترش پیدا کنه و
ولی در کشورهای مثلا اروپایی اگه شما بینگنید، یعنی بیشترین مثلا حالا گوشت که اینا استفادهن از گوشت شترمرغ، به خاطر که اینا از نظر طبی بالاترین گوشت قرمزه، یعنی گوشت سرخه، از گوشت گوسفند که بهتره، از گوشت گاو که بهتره، از گوساله که بهتره. خب وقتی یک صنعتی با این ارزشی که هست، خب چرا روش کار نکنیم؟ اصلا کار خیلی راحته، باور کن مثلا میره هر خانواده میتونه این کار کنه. خواهش میکنم، من اول خوش آمدگویی میگم از شما، یعنی واقعا همه دوستایی که قبلا اومدن مصاحبه کرده، فعلا شما اومدین که بعدن بعد از ظهر تلویزیون آرانیوم ساعت 2 قضا وقت گذاشتیم، من از همه شما تشکر میکنم که واقعا شما زحمت میکشین و شما ها هستین که واقعا برای ما انگیزه ایجاد کنین، ما رو تقویت مونید. یعنی اینو شما یک بازوی قوی مثلا بخش صنعتین، واقعا این رو باید مو خیلی سپاسگزاری از شما باید کنیم، تشکر کنیم. و در ضمن از تاجرای خود، از مهاجرینی که واقعا در کشورهای بیگانه هستن، بیان در افغانستان واقعا کار کنن، در بخش های مختلف کار میشه، یعنی در بخش صنعت شترمرغ میشه کار کرد، در بخش مثلا مالداریش میشه کار کرد، در بخش مرغش میشه کار کرد، در بخش گوداریش میشه کار کرد، در بخش زعفران میشه کار کرد، در هر زمینه میشه کار کرد. خب چرا مثلا آواره کشورهای بیگانه بشیم که از فامیل، از خانه، از همه چیز دور بشیم، یک فرهنگی که تربیت شیم که اصلا واقعا او در شأن مثلا ما مردم افغانستان شاید نباشد. ما مردم افغانستان واقعا یک مردم خوب اسلامی، مذهبی، دینی هستیم. خود سعی کنیم که واقعا در یک کشور خودش مثلا یعنی یک برازندگی بسیار قوی در بین کل کشورها داشته باشیم. درسته جنگ بوده مثلا و ایرانی بوده، تخریب بوده، ولی خب باید ما با همون قدرت، همون توانایی انشالله همه خلاها رو پر کنیم.